برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در ایالت بیهار هند چندین خانه مسلمانان و مساجد توسط افرادی مربوط به ملیگرایان هند در منطقه سیتا مارهی مورد حمله قرار گرفته است. یک رسانه اردو زبان پاکستانی با نشر گزارشی در این مورد گفته که پلیس در حالی که از خرابکاری در جریان بود غیر فعال ماند و تنها پس از انجام حملات وارد عمل شد. پیش از این نیز گزارش‌ها از آزار و اذیت مسلمانان در برخی از نقاط این استان هند توسط ملی‌گرایان هند منتشر شده بود. رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کردند که دیروز درگیری نظامیان ارمنی و آذری در پی شلیک یک گروه نظامی وابسته به ارمنستان در نزدیکی شهر شوشا رخ داده که منجر به تلفات نیروهای دو طرف شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان مدعی شده که نیروهای ارمنی در روستای خلفلی از توابع شهر شوشا قصد انتقال سلاح و مهمات از ارمنستان به شهر خانکندی مرکز قره‌باغ را داشتند که ممانعت نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان منجر به درگیری مسلحانه دو طرف شد. این رسانه از کشته شدن سه نیروی نظامی ارمنستان خبر داد و بدون اشاره به تعداد زخمی‌ها و کشته شدگان طرف آذری اعلام کرد که در این درگیری چند نظامی آذری نیز کشته شدند. مسلمانان در آلمان با کمبود قبرستان‌های اختصاص یافته برای دفن مردگان جامعه مسلمانان این کشور مواجه هستند. این در حالی است که مقام‌های مسئول در شهر فوبرتال به دنبال اجرای پروژه جدیدی برای ایجاد یک قبرستان برای مسلمانان هستند تا به این کمبودها پایان دهند. افزایش جمعیت مسلمانان در آلمان به ویژه پس از موج جدید ورود آوارگان به این کشور در سالهای 2014 و 2015 باعث شده تا موضوع ایجاد قبرستان‌های ویژه دفن مسلمانان به صورت جدی‌تری احساس شود. منابع محلی و رسانه‌ای از حمله تروریست‌های بلوچ در پاکستان خبر دادند که بر اثر آن 8 نیروی ارتش کشته شدند. گفته می شود یکی از 8 نیروی کشته شده افسر بوده و در این حمله یک خودروی نظامی نیز منهدم شد. این حمله روی پل بزرگراهی به نام کاستیل رخ داد و جبهه آزادی بخش بلوچستان با صدور بیانیه رسمی مسئولیت آن را رسما بر عهده گرفت.